سرخط خبرها. وحشت جهانگیر هیولای خالدار و لجام گسیخته اژدهای آدمخوار. افغانستان در انتظار روزگار کرونا زده دشوار. در حال 110 تن از پرسنل صحی به ویروس کرونا مبتلا شدند که 90 تن طبقه زبور و 20 تن طبقه اوناس می باشند. افزایش روزافزون مبتلایان و تأخیر در آزمایش شهروندان. وزارت صحت عامه کمبود افزارهای آزمایش ویروس کرونا را بزرگترین چالش می داند. تقریبا در کابل ما تانستیم که در حدود 300 ماینه را اجرا کنیم و یعنی سرش کار بود و اعلان شد. آزمایش های هوسانه و روند متوقف شده آزمایش کووید 19. رئیس صحت عامه بلخ میگوید کیت ها تمام شدند. ما در قسمت کیت یک مشکلات که داریم این است که این کیت ها را باید از سازمان صحی جهان یا WHO بگیریم. ما نمیتونیم این کیت ها را از بازار آزاد خریداری بکنیم یا خود وزارت صحت عامه این کار را بکنیم. و کاهش محدودیت های رفت و آمد در ایران. به نام خدا و شب شما بخیر. به ویژه برنامه طلوع نیوز درباره شیوع و گسترش بیماری کووید 19 در افغانستان و جهان خوش آمدید. در بخش اول برنامه امشب آقای خالد احدی رئیس بررسی از تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه افغانستان اینجا در استودیو با ماست. با آقای احدی خوش آمدید میگم به برنامه. اما در اول طبق هر شب می‌بینیم که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به چی اندازه است، به کجا رسیده و در کدام ولایت افغانستان این رویدادها به چه شمار ثبت شده، شمار بهبود یافتگان در افغانستان چقدر هست و به چی اندازه رسیده و کسایی که متاسفانه جانهایشان را از دست دادند. نقشه افغانستان اینجا هست. اولین ولایتی که در افغانستان رویدادهای زیاد ویروس کرونا را دارد، رویدادهای مثبت ویروس کرونا را یا بیشترین بیماران کووید 19 را در افغانستان دارد، ولایت هرات است. اما پیش از این که درباره هرات بگویم باید گفت که تا همی حالا در کل افغانستان رویدادهای مثبت رسیده به 1026 رویداد مثبت، یعنی 1026 بیماری کووید 19 در افغانستان تا فعلا هست و ثبت شده. در 24 ساعت گذشته، تنها در 24 ساعت گذشته 30 رویداد مثبت در سراسر افغانستان به ثبت رسیده. بر بنیاد آماری که وزارت صحت عامه کشورمان داده، بیشترین رویدادها در پایتخت افغانستان بوده. در 24 ساعت گذشته رویدادهای مثبت، یعنی 15 رویداد مثبت در 24 ساعت گذشته در کابل ثبت شده، 30 رویداد در کل افغانستان یا در چند ولایت افغانستان. هرات همچنان با داشتن 334 رویداد مثبت یا داشتن 334 بیماری کووید 19 در جایگاه اول در افغانستان قرار داره. ولایتی است که بیشترین شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 را در افغانستان داره. اینجا در نقشه هم می‌بینیم که در هرات تا فعلا 7 نفر متاسفانه جانهایشان را از دست دادن از اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 و 71 نفر خوشبختانه در ولایت هرات بهبود یافتن پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19. کابل پایتخت افغانستان در جایگاه دوم استاده از رهگذر رویدادهای مثبت ویروس کرونا یا داشتن بیماران کووید 19. در کابل 333 رویداد مثبت ثبت شده، یعنی 1 رویداد کمتر از هرات دارد تا فعلا کابل. هرات 334 رویداد مثبت، کابل 330
سه رویداد مثبت داره و در جایگاه دوم یا در مقام دوم در سراسر افغانستان استاده، پایتخت افغانستان کابل. کندهار با خب در کابل جان باخته 12 نفر داریم و بهبود یافته 26 نفر. از رهگذر بهبود یافتگان هرات مقام اول را، کابل مقام اول را داره، ولی از رهگذر مبتلایان مقام دوم را، یعنی در کابل بیشترین کسان در افغانستان پس از گرفتار شدن به کووید 19 بهبود یافتند که 12 نفر است، اما در هرات بهبود یافتگان بود 7 نفر. جان باختگان 7 نفر، اما در کابل 12 نفر. پس از رهگذر رویدادهای مثبت، هرات اول، کابل دوم، ولی از لحاظ جان باختگان کابل، از رهگذر جان باختگان کابل اول، هرات دوم، 12 نفر و 7 نفر در هرات. بهبود یافتم در کابل 26 نفر. ولایت سومی ولایت کندهار است که بیشترین رویدادهای مثبت دارد در افغانستان پس از هرات، کابل، بعد کندهار. رویدادهای زیادی مثبت داره. کندهار 108 رویداد مثبت داره یا 108 بیماری کووید 19 را داره که از این میان جان باخته خوشبختانه در کندهار نداریم، ولی از 108 بیمار 2 نفر بهبود یافتن پس از مبتلا شدن به کووید 19 در ولایت کندهار. ولی در شمال افغانستان در ولایت بلخ اما چهارمین ولایت در افغانستان است که بیشترین بیماران کووید 19 را داره یا بیشترین رویدادهای مثبت داره پس از هرات، کابل، کندهار. حالا بلخ 55 رویداد مثبت داره تا فعلا، تا همین لحظه ولایت بلخ از میان 55 رویداد 6 نفر متاسفانه جانهایشان را از دست دادن در ولایت بلخ. بلخ هم یکی از ولایت هایی است که جان باخته زیاد داره نسبت به ولایت های دیگر، البته کابل، هرات، بعد ولایت بلخ هم در رده ولایت هایی می آید که تا فعلا جان باخته بیشتر داره، ولی بهبود یافته در ولایت بلخ 3 نفر تا همین لحظه داریم که از میان 55 رویداد مثبت 3 نفر در ولایت بلخ بهبود یافته. پس از بلخ ولایت بعدی همکارایم ولایت دیگر زابل است. ولایت زابل رویدادهای مثبت در زابل 3 رویداد داریم. جان باخته در زابل نداریم، ولی از 3 بیماری کووید 19 در ولایت زابل 2 نفر بهبود یافته تا فعلا در ولایت زابل. خب در کل در افغانستان 135 نفر تا فعلا بهبود یافتن، یعنی پس از مراقبت های پزشکی و قرار گرفتن زیر درمان که البته کرونا درمان نداره، ولی درمان های سنتی یا معمولی که در کشورها انجام میشه که در افغانستان هم انجام میشه، 135 نفر پس از گرفتار شدن به بیماری کووید 19 بهبود یافته که گفتم هرات اول هست یا مقام اول را داره از این ره گذر با 75 نفر بهبود یافته و کابل دومین ولایت است که بیشترین بهبود یافتگان را پس از هرات داره با 26 نفر بهبود یافته. باید بگویم که تا کنون 4 پزشک، 4 چپن سفید متاسفانه از اثر بیماری کووید 19 و ویروس کرونا در افغانستان جان باختن، جانهایشان را از دست دادن و 110 نفر بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه کشور از پزشکان و کارمندان بهداشتی هم گرفتار شدن به بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا. این بود وضعیت کلی شیوع و گسترش ویروس کرونا در افغانستان در چندین ولایت افغانستان. در کل گفته شد که 1026 رویداد مثبت تا فعلا ثبت شده و وزارت صحت عامه افغانستان نگرانی کرده که ویروس کرونا در افغانستان به گونه روزافزون در حال گسترش هست و هشدار داده که روزهای دشواری هم پیش روی افغانستان قرار دارند. حالا یک گزارش ببینید در مورد کرونا پس از پخش
گزارش با مهمان برنامه بحث خواهیم کرد. با آنکه گفته می شود ظرفیت تشخیص نمونه های بیماران کرونا در کشور تا کنون پایین است، اما در 24 ساعت گذشته 30 رویداد مثبت دیگر در شماری از ولایت ها ثبت شدند. لبادا مرغا چه دریتن از مکه ودوالو زن الله سنور کرل او پا حق برسیدل، چه یو تن پا کابل که یو پا قندهار او یو دی بلخ پا ولایت که. با این حال وزارت صحت عامه کارمندان بهداشتی را آسیب پذیرترین قشر در میان شهروندان کشور می داند و می گوید که تاکنون 110 تن از پزشکان و کارمندان بهداشتی به بیماری کووید 19 گرفتار شدند و از این میان تاکنون 4 پزشک جان دادند. یک جراح به نام پویا در جوزجان و حاجی عظیم مالک شفاخانه شینوزاده در کابل از جان باختگان اخیر ویروس کرونا در کشورند. تا حال 110 تن از پرسنل صحی با ورس کرونا مبتلا شدن که 90 تن طبقه ذکور و 20 تن طبقه اناث می باشن. از زیادترین واقعات در ولایت هرات 51 واقعه، کابل 23 واقعه، کنر 5، بلخ 6، غزنی 3، ننگرهار 3، نیمروز 2. با آنکه هفته هاست وزارت صحت عامه برای شهروندان کشور توصیه های بهداشتی را دارند تا از مبتلا شدن به ویروس کرونا در امان بمانند، اما دیده میشه که یک شماری از شهروندان کشور به این توصیه ها توجه نمی کنند. از سوی هم گشت و گذار شهروندان کشور در این روزها باز هم بیشتر شده است و به آنچه که از محدودیت های گشت و گذار گفته می شود بی پروایی نشان می دهند. از سوی دیگر این مرد که در کنار یکی از جاده های کابل صرافی می کند و بیشتر با تهدید ویروس کرونا روبروست، خودش را ناگزیر به کار کردن می داند، اما از مردم می خواهد که توصیه های پزشکان را جدی بگیرند. کار نیست ولی مشکلات زیاد است، چون نمیتونیم ما در خانه بدر بشینیم خود قرنطینه کنیم، به خاطر اینکه بدر مشکلات زیاد است میایم یک کار بار میکندم. با این هم وزارت ارشاد، حج و اوقاف و نیز شماری از عالمان دین از مردم میخواهند که برای مسئولیت خود و خانواده هایشان باید در خانه بمانند. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. آقای احدی در استودیوز یک بار دیگه به شما خوش آمدید میگم. آیا آماری که روزانه از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اعلام میشه آقای احدی، آماری است که در افغانستان به همین پیمانه رویدادهای مثبت وجود داره یا شما از بخشی رویدادها در افغانستان اطلاعی ندارین؟ ضمن سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون تولی نیوز، آماری که از طریق وزارت صحت عامه اعلان میشه آماری است که مراجع شده یا کیس فایندینگ یا واقع یابی شده و بعد مشخص شده. قطعا برخی خودتان شاید به جریان هستین که برخی از کسانی که مصاب بشن حتی اعراض ندارن و مراجعه نمی کنن. بی معنی است که واقعات بیشتر از یه آمار که ما داریم در بین کشور در کشور وجود داره. بسیار خوب. آیا می دانین آقای احدی که در مناطق دوردست افغانستان، در ولسوالی های بسیار دوردست افغانستان چی می گذره و ویروس کرونا در این ولسوالی ها آیا وجود داره یا خیر؟ مثلا آیا شما می دانین که در واخان بدخشان چی می گذره؟ آیا می دانین که در نادلی علمن چی می گذره؟ آیا می دانین که در ولسوالی خاص و روزگان ولایت و روزگان چی می گذره؟ یا شما تنها تمرکز دارین بر شهرهای کلان و پایتخت و دیگر؟ ببینید سیستم صحت وزارت صحت عامه که از خود شفاخانه حوزوی شروع میشه تا در سطح جامعه که کارمند صحی در سطح جامعه هستند، تمامشان مانند یک زنجیره با هم دیگر وصلند که اگر هر واقعی که در یک از دورترین نقطه افغانستان هم داشته باشین، او موظف یا مکلف است که راپور از او را به بیتسی و بعدا در کلینیک سیتسی و در صحت عامه در جریان بگذارد و قطعا هر واقعیابی ما نه تنها مختص در شهرها می باشد که در سطح ولسوالی هم است و در سطح ولسوالی ها ما آغاز برای مراکز به خاطر بیماران کووید 19 نموده و اگر در صورت واقعی مشکوک داشته باشین در هر نقطه از کشور که باشد، که البته حتی در نقاطی که در دسترس خود دولت هم نباشد ما میتونیم که واقعی یابی کنیم. درست. ولی آقای احدی، یک ویدیویی در شبکه های اجتماعی از دیروز تا حالا دست به دست میشه، چند جسد را نشان میده که در یک
موتر شهرداری در ولایت بلخ انتقال داده میشن به یک وضعیت خراب متاسفانه. پرسان ما به این خاطر بود که آیا شما خبر دارین که در افغانستان کسایی که جانشان از دست میتن یا مرگ هایی که در افغانستان صورت میگیره روزانه چند نفر هست؟ مشخص در مورد مسئله بلخه که به شما یاد کردم، میدانین که اونا کی بودن که در موتر شهرداری بلخ انتقال داده میشدن؟ وفیات که مشخصاً که آمار دقیقی در مورد که در چی تعداد کسان در کشور سبب فوتشان میشه چیز واضح هست، اما همچنان که واقعات مشخص ما نداره در سطح کشور، اما یک بیمانا و تمام واقعات مشکوک که مصاب به کرونا باشن، تمام کارمندهای صحی در سطح کشور آموزش دیدن که اگر واقعی مشکوکی میبینن قطعاً او گزارش داده میشه و واقعی یابی میگردد. که اگر ما در دورترین نقطه کشور هم داشته باشین، او کسی که سیج دبلیو یا رضاکار ما که در دورترین نقطه کشور هم هسته، او برای گزارش موظف هست که گزارش بده. خب امین، کسایی که در بلخ انتقال دادن میشن، جسد ها کی بودن؟ شما اطلاع دارین؟ اینا از اثر کرونا در گذشتن یا جان دادن یا چیزی که گفته شده کسایی بودن که معتاد به مواد مخدر بودن و بی کس بودن، کی بوده اینا؟ تمام واقعات که شهرداری یا شهرولی هر ولایت که وقت بی کس باشه دفن میکنن تا وقتی که از طریق خود طب عدلی معاینه نشوه و مجوز دفن برشان داده نمیشه. کسانی که به سرنوشت یا بدون کس که فوت میکنن، وقت زمان شهرولی او را دفن میکنن که مجوز دفن از او را طب عدلی داده شده. قطعا وقتی که شهرولی آنها را دفن کردن یا کلیپ که بیرون شده، بی معنا هست که شهرولی بعد از مجوز طب عدلی او را آنها را دفن میکند. و شما در جریان قرار میگیرین؟ تمام ولایات در درست. خب اینا کی بودن؟ گفتم که مشخصا در این مورد حتمی اگر در با جزئیات و ریاست ستامه بلخ در جریان هست که قطعا کووید 19 نبودن. نبوده کووید 19؟ شما مطمئن هستیم؟ در ما پیشتر نظر به مو سلسله مراتب که برتان گفتم به این دلیل کووید 19 نمی باشد. خب در ولایت هایی که آزمایشگاه وجود نداره مثل فاریاب، مثل غور، اینا رویدادهای مشکوک می آید به بلخ، از غور می آید به هرات، وقت زیادی را میگیره. آقای احدی، چرا امکانات ایجاد آزمایشگاه در ولایت های بیشتر نداریم در حال حاضر؟ آیا فکر میکنین ما منابع مالی کم داریم؟ آیا توانایی پزشکی نداریم؟ ابزار نداریم؟ علت چی است؟ وزارت صحت عامه فعلا دو روند روی کار داره. اولا افزایش دادن تعداد مراکز آزمایشی ره که اگر سه هفته قبل من با شما می بودم، ما تنها در ولایت کابل داشتیم که یک مرکز آزمایشی داشتیم. فعلا به علاوه کابل ما در هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار هم مراکز آزمایشی داریم و همچنان پکتیها که امروز افتتاح شده و قرار است که خود کندوز هم ما مرکز آزمایشی داشته باشیم. یک بخش ما افزایش مراکز آزمایشی است و بخش دوم کار ما فعلا ارتقای ظرفیت آزمایشگاه هایی که ما داریم. به گونه مثال آزمایشگاه هرات که در قدم اول 70 بیمار یا تست میتونست بکند، بعدا به 140 ارتقا یافت و ما فعلا البته با دو پی سی آر ماشینی که داره اونجا داره میتونیم که در این روند هستیم. اما روزانه 40 تا 50 نمونه آزمایش میشه در هرات. 3-4 روز پیش 40 نمونه آزمایش شد که یک رویداد مثبت داشت. بله. چرا چنین است؟ در میگم برتان، اولا که فعلا ظرفیت هرات 140 واقع در 24 ساعت است. بله. با یک ماشین پی سی آر دومی که از طرف وزارت صحت عامه اونجا رو فرستاده شده و یک ماشینی هم که وزارت زراعت در دسترس وزارت صحت عامه قرار داده، با 3 ماشین ما میتونیم ظرفیت هرات به 500 ارتقا بدیم. و دلیل از این که چرا، دو دلیل میتونه داشته باشه که چرا واقعات کمتر آزمایش شده، یا ای که واقعات کم بوده و یا هم واقعات که آنها یک بار آزمایش شدن و دوباره اونا را آزمایش میکنن، اونا را ارقام نمیگیرن. تشکر. میایم دوباره به شما آقای احدی. ولی حالا دکتر محب الله جاوید، معین پیشین ریاست صحت عامه بلخ، روی خط اسکایپ
از شهر مزار شریف با ماست. سلام بر شما آقای جاوید. اول در مورد اجساد بگوین که در یک موتر شهرداری بلخ انتقال داده می شدن به جایی برای دفن یا خاک سپاری، آیا اینا از اثر کووید 19 در گذشتن یا آنچه که گفته شده معتاد به مواد مخدر بودن؟ یک. دو، چرا روند آزمایش در بلخ متوقف است و چند روز می گذره از این وضعیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما و بیننده های محترم طلوع نیوز. متاسفانه واقعا یک حادثه و یک موضوع بسیار غم‌انگیز بود، انتقال اجسادی که در شبکه های اجتماعی زیاد بازتاب یافت. ایجاب تحقیق بیشتر میکنه آنچه که ما خبر شدیم و از شبکه های اجتماعی دنبال کردیم و پرسام کردیم، حکایه از این میکنه که قربانی های کووید 19 بوده، اما زیاد مطمئن هم نیستیم. اجاب میکنه که تحقیق بیشتر شود، چون تمام موارد کرامت انسانی و موضوع اگر کرونا باشه تدفین میاری در نظر گرفته نشده و جدا قابل سوال است. در قسمت ظرفیت تشخیص این خواهی یک مشکل عمومی است. شما میدانید که کیت‌های تشخیصی در سراسر افغانستان کم است و امروز ما گزارش سینی نمیدیدم که حتی در امریکا و انگلند هم نگرانی وجود داشت که کیت‌های تشخیصی متاسفانه کم است. اگر اجازه بدید در قسمت عمومی در مبارزه با کووید 19 یا کرونا ویروس براتون ظرفیت هایی که وجود داره و چالش هایی که از کمی کوتا لطفا بفرمایید. متاسفانه مبارزه با کرونا در سطح ولایت بلخ با عنوان یک اپیدمی به صورت علمی و تخنیکی مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته. مثلا ما اینجا میکنه برای مبارزه با اپیدمی اما سه جنبه اساسی که شامل بحث پولیتیکن یا سیاسی میشه، شامل کمیونیتی یا اجتماع و مدیکال. هر سه جنبه باید به صورت درست بررسی میشد، ظرفیت ها و فرصت هایی که در اینجا وجود داشت از اونا به درستی استفاده میشد و تمام همین ظرفیت ها انتقال داده میشد به طرف یا متحرک میشد به طرف مبارزه با کرونا. مثلا در بحث سیاسی ظرفیت های بسیار خوب وجود داره، یعنی فرصت ها وجود داره. شما دیدین که در اولین روزها جناب استاد تا محمد نور نیست بزرگ بلا منازعه بلخ همبستگی خود و همکاری خود در قسمت محو کرونا و مبارزه با کرونا ابراز کردن. دیگه سیاست مداران، وکلای محترم پارلمان، وکلای شورای ولایتی، رئیس محترم شورای ولایتی همه همبستگی خود نشان دادن و در این راستا حاضر به همکاری جدی شدن. اما قسم شخص والی بلخ، ولی آقای جاوید یک سوالی که نزد بسیاری ها شاید باشه است که بلخ از ولایت هایی است که مرگ زیادتر داشته در افغانستان، مریضای کووید 19 در گذشتن جانشان از دست دادن و هر چند روز بعد هم گزارش میشه از توقف آزمایش در این ولایت و نابسامانی های دیگری که خنده‌آور بود به بسیاری ها، مثلا ضعف مدیریت در مصرف منابع پولی. کلانترین چالش در حال حاضر فکر میکنین چی است که این نابسامانی ها برطرف نمیشن؟ جالب دل میاییم به اونجا. در قسمت همین ظرفیت ها و فرصت ها گفتم، فرصت های بسیار خوب هم از نظر تخنیکی، اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر میدیگر جا وجود داشت. قسمت سیاسی شبرتان گفتم واری باید هم یک شخص عامی و همکار بسیار خوب است برای اداران دولتی. کوتا لطفا فرصت اندک دارید آقای جاوید. در قسمت مدیکال ما امکانات بسیار خوب در برق داشتیم. من حدود دو سال مگذره که از سنتومه متفصل شدیم، اما معلومات کافی دارم که مثلا ما به تعداد کافی ونتیلاتور در سنتومه ثابت داشتیم که متاسفانه بسیار نوخت بود انتقال دادن در شفاخانه جدید.
با مو قسم ما پرسنل بسیار خوب و متعهد داریم برای مبارزه با کرونا در سطح شفاخانه. همه مشکلات برمیگرده و ضعف مدیریتی که شما اعلام کردین و اینا باعث شده که متاسفانه تلفات زیاد باشه و اکسیدان تلفات هم از باعث بی‌توجهی و عدم مدیریت درست واقع شده. سپاس گذارم. مثلا یک تعداد از همکارای با پرسنل سی متاسفانه سپاسگزار آقای دکتر محیب‌الله جاوید. متاسفانه فرصت ما مندک است، نتونستیم با شما ادامه بدیم. در شبهای بعدی شما را خواهیم داشت. ولی حالا آقای احدی شما شنیدین که در بلخ بحث سوء استفاده مالی گزارش شده و که یک ترمز 5000 افغانی و یک چپرکت 32000 افغانی و این یک افتضاح خوانده شد. چرا چنین است؟ خب قبل از اینکه در مورد ترمز و چپرکت پاسخ بدم، طوری که دوست ما گفتن یا تا دو سال قبل به صفت معاون ستام ولایت بلخ بودن و قطعا باید به جریان باشن و به حتمی هستند که هیچ میت بدون از اینکه طب عدلی مجوز فوت تجربه بتن شاروالی یا شهرداری و هیچ ولایت نمیتونه او را دفن کنند. فلازا چیزی که شما باید اطلاع داشته باشین دقیق که اینا و اثر چی درگذشتن، جانشان از دست دادن. شما هنوز نمیدانین که اینا معتاد بودن یا به اثر کووید 19 مشخصا در این مورد که اگر بیمار اگر یعنی چی؟ یعنی وزارت صحت عامه در جریان نیست حالا؟ یعنی اگر با من اجازه بدین اگر بیمار کووید 19 باشد قطعا بلا فاصله وزارت صحت عامه به جریان قرار میگیره. خب شما در جریان هستین؟ قطعا بیمارانی که در شهرداری توسط شهرداری دفن شدن و کووید 19 نبودن یک مورد. مورد دیگه سوالی که شما گفتین در مورد ترمز و چپرکت که 35000 و 5000 افغانی بوده، توزیع از اوها اینا خریداری شده به میزان سال 1398. فعلا ما هستیم در اول سال 1399، خریداری از او یک هفت ماه قبل شده و به معنا نیست که به خاطر عدم مدیریت یا باد پولی که آماده باشه در این مورد مصرف شده باشه. او موضوع قطعا توسط ادارات زیرب تحت بررسی قرار داره و همچنان و فقط توزیع از او به امضای رئیس فعلی ستام بلخ شده، اما خریداری از او تقریبا هفت ماه قبل. هر زمانی که باشه آقای احدی به پیمانه فکر نمیکنین پرسش برانگیز است؟ سوال مشخصا پاسخ ما در مورد عزیز است که به خاطر عدم مدیریت کووید 19 نبوده که یعنی هر کس هر چیز را خریداری کسی زیر پیگر قرار گرفته؟ کسی زیر پیگر برای که موضوع در خود جنایی است و جرایم سنگین دارد او را تحقیق میکنه. بسیار خوب. بخش دیگه، خب حالا اگر این سوی مدیریت منابع مالی در کووید 19 نیست آقای احدی، یک پزشک شفاخانه استقلال، شفاخانه اختصاصی کرونا در کابل چند روز پیش عکسی را گذاشت که چند تا کچالو در یک کاسه است با اندکی هم شوربا و برای 7-8 نفر دکتر نوکریوال گفته شده که داده شده. شرم‌آور نیست از نظر شما با این منابع زیادی که در اختیار داریم و اختصاص داده شده، اگر درست باشه و اگر این پزشک عکسی واقعی را گذاشته باشه؟ ببینید اولا ما در یک بحران جهانی کرونا قرار داریم، درست است؟ کارهایی که در سطح کشور شده به گونه مثال ما بیشتر از 2500 بستر به خاطر دو آماده کردن به خاطر مریضای بیماران کووید 19. البته من سوال شما برمیگردم چون فرصت اندک است، ولی بستر بدون پزشکم به درد بخور نیست آقای احمدی، درست است؟ یک ترس وجود داره که پزشکا شاید وظایفشان را ترک بکنن، اینا امکانات ندارن، اینا لوازم محافظتی درست ندارن. 110 پزشک و کارمند مبتلا شده به کرونا در وضعیتی که شما سخت نیاز دارین به پرسنل صحی، درست است؟ اگر به من اجازه بدین بعد از سوالتون من جواب بدم بسیار خوب خواهد بود. 1800 کارمند صحی به خاطر کووید 19 استخدام کرده وزارت صحت عامه. 2500 بستر که من گفتم آماده شده، به این معناست که از 2500 205 بستر از او آی سی یو یا مراقبت های ویژه هست.
ببینید اگر ما مقایسه کنیم ما در سطح تمام کشور 240 بستر داشتیم به خاطر آی سی یو یا مراقبت های ویژه. قبلا ما در ظرف حدود یک ماه تانستیم 205 بستر آی سی یو آماده کنیم به خاطر مراقبت های ویژه برای بیماران وخیم. اگر ما بخوایم به خاطر از اینکه تمام این دستا کار کرده که ما داریم رسیدگی به پزشکات چیگونه است؟ در این مورد میپرسم. فقط به یک کچالویی که یک کس به فیسبوک مانده او را مقایسه کنیم هم از ضرب به صفر کنیم که کاملا تقریبا منصفانه نخواهد بود. یک مورد دیگر که 110 کارمند صحی ما مصاب شده. ما مثال های دیگر داریم در چین، در کوریا، در ایتالیا. کدام میشه یک مثال بتین که یک کشوری را سراغ داشته باشین که 4 پزشکش جان داده باشه و 110 نفر کارمندش مبتلا شده باشه؟ در چین ما بیشترین آمار قربانیایی که داشتن مشخصاً بیشترین آمار که بیشتر از هزارها پزشک گفتن مصاب شده بودن. گفتن البته آمار دارین شما بهتر از ما آمار دارین. و همچنان در ایتالیا، حتی در ایتالیا ما گفتن که یک از پرستار یا نرس خودکشی کرده بود به خاطر از اینکه مصاب شده بود خودش و جریان نبوده که چند نفر دیگه مصاب شده. این بی معنا نیست. البته ما قبول دارم، قبول البته هم ما داریم که طبیبان ما، دکتران ما در خط اول جبهه با کرونا هستند و قطعا یا بیشترین مصابر داشتن و اتفاقا کسانی که شفایاب شدن این بخش قضیه رو ببینید وقتی که طبیب ما مصاب میشه دوباره پس برمیگرده سر کار خود میگرده. بیمانند که تعهد دارن و میخواین که تداوی کنن، نه بیمانند که از وزارت که تای محافظتی کافی دارین شرکت تولیدی آغاز به کار کرده فکر بید. بله دارین به اندازه کافی به پزشکا که تای محافظتی ما خط اول مشخصا ما کسانی که میخواهم داشته باشین. شاید بسیاری از کارمندای ما که مصاب شدن شما به جریان هستن، کسانی هستن که در دگه بخشا کار میکردن، کسانی که در کوید 19 بودن کمتر مصاب شدن. البته اوی بیمانا نیست که آنها مراقب خود نبودن اما از بیماران گرفتن. سپاسگزار از حضور شما در برنامه و حالا یک گزارش در مورد کرونا از جهان ببینید. اینجا روستای برهمنبریای بنگلادش است. با آنکه حکومت این کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا گرد همایی ها را ممنوع اعلام کرده است، اما بیش از 100 هزار تن از باشندگان این روستا گرد آمدند و در نماز جنازه یک عالم دین شرکت کردند. ما می‌خواستیم که مراسم خاکسپاری با شمار کمی از مردم برگزار شود تا مقررات را که حکومت و وزارت بهداشت اعلام کرده است رعایت شود، اما شمار زیاد از مردم اینجا جمع شدند و ما در این باره چیزی گفته نمی‌توانیم. اینجا در پایتخت ایران پس از کاهش برخی از محدودیت‌ها از سوی حکومت این کشور، برخی از تاکسیران‌ها دوباره به کار و بارشان برگشتند، اما در داخل موترهای تاکسی بخش راننده با پلاستیک جدا ساخته شده است و تمامی چوکی‌های موتر هم با پلاستیک پوش شده‌اند تا هم راننده و هم سرنشین از مبتلا شدن به ویروس کرونا در امان باشند. این خیلی جالب بود. خیلی وقتی نشستم اتفاقا خواستم که جلو بشینم و اینکه اینو دیدم خب گفتم خدا رو شکر حداقل هم راننده هم حالا بقیه مسافرین یک مقداری حس حداقل امنیت خواهند داشت. البته فکر نمی‌کنم خیلی موثر باشه ولی خب بودنش بهتر نبودنه. اما در ترکیه در روزهای اخیر شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا افزایش یافته است و اکنون این کشور بیشتر از چین و ایران بیمار کووید 19 دارد. در اسپانیا هم که بلندترین آمار مبتلایان بیماری کووید 19 را در اروپا دارد، در 24 ساعت 400 بیمار کووید 19 جان باختند. ما در روزهای اخیر می‌بینیم که شمار بستر شدگان بیماری کووید 19 در بخش‌های عاجل نزدیک به 1% افزایش یافته است. هرچند مقررات ممنوعیت رفت آمد بسیاری از مردمان جهان را خانه‌نشین کرده است، اما ستاره‌های سرشناس موسیقی جهان کنسرت مجازی را در حمایت از کارمندان بهداشتی جهان برگزار کردند. برگزار کنندگان این کنسرت میگویند که تاکنون 127 میلیون دلار از این کنسرت به دست آوردند و آن را در پیکار با ویروس کرونا هزینه می‌کنند. ادامه برنامه و حالا دکتر اسدالله اسمت رئیس شفاخانه انتونی کابل اینجا در استودیو با ماست که در بخش پایانی برنامه
به پرسش های شهروندان کشور پاسخ خواهند گفت و همچنان دکتر واصل متخصص امراض داخله روی خط اسکایپ از فرانسه با ماست از شهر پاریس. اما پیش از آغاز بحث با آقای واصل از فرانسه میپردازیم به تازه ترین آمارهای ویروس کرونا در جهان، آمار مبتلا شدگان، بهبود یافتگان و جان باختگان این ویروس مرگبار و این دشمن بشریت در جهان. خب وبسایت دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا آمارهای تازه را هر روز شریک می‌سازد و در کشورهای مختلف دنیا از در سه مورد آمارها را تازه می‌سازد و آمارهای جدید با مردم در میان می‌گذارد. در بخش مبتلا شدگان، در بخش جان باختگان و بهبود یافتگان. پیش از این باید بگوییم که در کل جهان، یعنی به اساس آماری داده شده از سوی این دانشکده، تا فعلا در سراسر جهان ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در 185 کشور جهان گسترش یافته رفته که 2,424,491 نفر را در 185 کشور دنیا مبتلا ساخته، یا یعنی نزدیک به 2.5 میلیون نفر در دنیا مبتلا هستند به بیماری کووید 19. در جهان کسایی که بهبود یافته از این میان تا فعلا هست 636,183 نفر، یعنی بیش از 500,000 نفر در دنیا در همی 185 کشور و منطقه گفته شده بهبود یافتند پس از ای که مبتلا شدند به بیماری کووید 19. حالا میپردازیم به کشورها که در کدام کشور به چی اندازه نفر مبتلا شده به این بیماری. اول در آمریکا، کشور آمریکا از دو رهگذر جایگاه اول داره، هم از رهگذر مبتلا شدگان در دنیا مقام نخست گرفته و هم از رهگذر جان باختگان، کسایی که جان باخته و جانش از دست داده. در آمریکا تا فعلا 35,314 نفر جان باخته، جانهایشان از دست دادن پس از مبتلا شدن به بیماری کووید 19. و کسایی که بهبود یافته در آمریکا 70,337 نفر هست که تا حالا تا همی اکنون بهبود یافتن. در ایتالیا کسایی که یا شماری که جان باختن 23,660 نفر در ایتالیا جان باخته و کسایی که بهبود یافته 47,055 نفر تا فعلا بهبود یافتن. و اما در آلمان کشوری است که بیشترین بهبود یافتگان را در جهان دارد. در میان 185 کشور و منطقه در جهان بیشترین بهبود یافتگان را دارد و علتش هم است که تدابیر خوبتر روی دست گرفته آلمان و آزمایش بسیار زیادی انجام داد. در روز تا 200,000 یا بیشتر از 200,000 آزمایش انجام داد. گفته شده که در هفته 500,000، کمتر و زیادتر از 500,000 آزمایش انجام داد و از همی لحاظ بیشترین بهبود یافته آلمان داره تا فعلا. خب و اما کسایی که 91,500 نفر بهبود یافته داره، ولی کسایی که در آلمان جان باخته 4,642 نفر تا همی حالا در آلمان جان باخته. و چهارمین کشوری که در جهان بیشترین آمار
مرگ را یا جان باخته را داره اسپانیا است. اسپانیا 20852 نفر جان باخته داره و بهبود یافته 80585 نفر هم بهبود یافته داره تا همین لحظه. تا حالا سه تا چهار کشور دنیا بود که آمارهای جان باخته و آمارهای بهبود یافته ها را بر بنیاد چیزی که در این وبسایت آورده شده و داده شده به شما گفته شد. در آسیا اما ترکیه آمار بلند مبتلایان را به کرونا اعلام کرده و ثبت کرده که حتی بیشتر از ایران و چین مبتلا شدگان زیاد را در آسیا دارد. ترکیه تا فعلا مبتلا شده ها در ترکیه 86306 نفر اعلام شده که احتمال داره بیشتر هم شوه. و اما اون منحنی که از آغاز رسم شده و آورده شده به اثر ویروسی کرونا که نشان میده سیر سعودی ای بیماری را، البته در برخی از کشورها کرونا سیر نزولی هم داشته، یعنی در حال کم شدن هست. یک بار به پیک از لحاظ پزشکی یا به اوج رسیده و پس از او دوباره کم شده، اما این سرتاسری نیست و اون منحنی که تا اینجای کار منحنی مرگ بوده، یعنی مرگ زیاد داشته، همچنان در حال بلند رفتن و رفتن به بالاست. این بود آمار بهبودیافتگان و جانباختگان ویروسی کرونا در جهان. اما حالا دکتر واصل متخصص امراض داخله روی خط اسکایپ از فرانسه با ماست. خیلی خوش آمدین به برنامه آقای واصل. سلام های بسیار زیاد خودم هم برای شما، برای میمانان عزیزتان تقدیم میکنم و برای تمام هموطن های عزیزم همچنان. آیا روزنه امید بخشی برای نجات از این دشمن بشریت و از این هیولای آدم خور گشوده شده تا حالا با تلاش های زیادی که در دنیا جریان داره؟ بیش از 30 یا کمتر و بیشتر از 30 شرکت و دانشگاه و نهاد و مؤسسه اینا در حال ساختن واکسین، دارو و اینا هستن فکر میکنم. ویروس کرونا را قسمی که شما خودتون میفهمین یک ویروس نو است که در فامیل ویروس های کرونا ای کووید 19 تازه به بازار آمد و ایره کسی درست نمیشناخت و امروز هم که ما شما گپ میزنیم 100% خواهدش را نمیفهمیم. به می خاطر است که 6 ماه بعد، 1 سال بعد مسائل شاید زیادتر بفهمیم که امروز نمیفهمیم. در شرایط فعلی اگر شما فکر کنین یک ویروس بسیار زیاد خب صدای واصل شد دوباره، صدای ما با آقای دکتر واصل. بفرمایید، صدای شما یک لحظه قطع شد آقای واصل. گفتم یکی از ویروس هاییست که نظر به بعض ویروس های دیگر بسیار کشنده و خطرناک نیست، به خاطر که نظر به آمار فعلی چینایی ها و اروپایی ها 98-99% مردم از این دوباره جان سالم به در میبرند. منطقه چیزی که مهم است که وقایه درست شود و تداوی شود. این حالا وقتی که ما شما میخواستم که یک مسئله برتان بگویم که تعداد کسایی که مثبت حساب شدن، اینها کاملا ارقام درست به این است که ما کلگی را تست نمی کنیم. و اگر شما کلگی را همگی مردم را در ممالک تست کنین، فعلا تعداد کسایی که مصاب هستند بیشتر از زیاد است. بله، که گفتم و همچنان تعداد کسایی که بدون دوا صحتیاب میشن بسیار زیاد است. ما میخواییم این باز بگویم به خاطر دلجمعی مردم عزیزم که 80-85% مردم مبتلا بدون دوا دوباره صحتیاب میشن و در حدود 20% است که اینا مجبور میشن به شفاخانه برن. چیزی که مهم است که در این جمله 20% اینا غمشان باید خورده شود و نباید که بعد از اینا گفته شود که کرونا دوا نداره، شما کرونا گرفتیتان اگر علامات خطرناک پیدا شد شما از بین میرید. این مسئله نیست. ما برتان مثال میتونم، در فرانسه 36 زیادتر از 36 هزار نفر بستر شدن، در شرایط بد رفتن و دوباره صحتیاب شدن بعد از شفاخانه.
زیادتر از 36 هزار نفر صحتیاب شدن و برآمدن، در حالی که حدود 12 هزار مرد در شفاخانه شده، منتها 36 هزار نفر صحتیاب شدن، بستر شدن، چندین روز در مراقبت های ویژه بودن، منتها برشان دوا داده شده و اینا دوباره صحتیاب شدن. دکتر صاحب، چیزی که سوال است که خب در کشورهای مختلف راه های مختلف برای درمان که حالا میتونیم بگوییم یا نه، چون درمان قطعی نداره، برای مراقبت ها در نظر گرفته شده، داروهای به کار رفته، داروهای مروج در دنیا مثل فرانسه چی است که به بیمارا داده میشه؟ از کلوریکین بسیار نام گرفته شده، دوایی که برای ویروس کووید 19 ساخته شده باشه وجود نداره. یک چیز نرماله، چون این ویروس 4 ماه میشه کم یا زیاد که در بازار آمده و بسیار زیاد دواسازها، کمپانی ها در حال تست کردن دواها هستند. ما کسره که مریض میشه برای دو چی دوا میتین؟ یکی خود دوایست که بر علائم عمومی مثل تب و درد و غیره است، یکی دوایست که برای کووید 19 داده میشه به خاطر از بین بردن ویروس. دواهایی که قبلا وجود داشتند که از او جمله هایدروکلوروکسین است که برای ملاریا است، مطالعات چینایی ها و مطالعات فرانسوی ها اینا نشان دادن به صورت بسیار زیاد واضح که امی دوایی که ضد ملاریا است سر ویروس کووید 19 تاثیر میکنه و مطالعات مختلف نشان دادن که در روز هشتم مقدار ویروس کاملا در بدن مریض پایین میآید. این بسیار نکته مهم است، از یک طرف شرایطش از بین میره و از طرف دیگر حالت مریض بحرانی تر نمیشه و اکثریت مردم وقتی که دوا را برشان داده شده اینا حتی ضرور نشده بسیاری وقت که بستر شوند. مثل تمام دوا، مثل اسپرین، مثل پاراسیتامول، این دوا هم عوارض جانبی خود داره. در اول بسیار زیاد شک و تردید وجود داشت. امروز که من رایش مگب میزنم، در فرانسه رسمی، در امریکا رسمی، در روسیه رسمی، در هندوستان، در مراکش و در بلژیک. بسیار خوب است که حداقل یک دارو را داریم که میتونه تا اندازه کارساز باشه. ولی به عنوان پرسش آخر دکتر صاحب از شما میپرسم، است که چنان که گفتین بسیاری کسا بدون اینکه بفهمند دوباره صحتیاب میشن، به شفاخانه نرفته خوب میشن، یا کسایی که میرن ولی شفایاب میشن. البته گفته شد که اطمینانی وجود نداره که کسایی که بهبود میابند دوباره مبتلا نشوند به این ویروس، ولی سوال من است که آیا کسایی که خوب میشن پیامدی از این ویروس در وجود اونا میمانه که خطر آفرین باشه؟ یعنی آیا نقصی در آینده برای یک بیماری که خوب شده پس از مراقبت داره یا خیر؟ ما به جوابتان گپر که در اول براتان گفتم تکرار میکنم که ویروس 100% ما نمیشناسیم امروز و می خاطر است که به اندازه کافی مریضای ما نداریم که مبتلا شده باشن یک سال پیش، پنج سال پیش، که سر از اون ما بتانیم مطالعه کنیم. لذا مسائلی که ما براتان امروز میگم این نظر به فامیل ویروس های کرونا است که یک دفعه که شما را میگیرد اصولا شما آنتیبادی جور میکنین. شما آنتیبادی که ساختین در بدنتان به ایمان هاست که شما از خود دفاع میکنین. وقتی که شما به اندازه کافی آنتیبادی در بدنتان جور کردین، اصولا به صورت عمو شما امو ویروس اگر دوباره سر شما حمله میکنه و میاید، شما در مقابل از او دفاع میکنین. درست. این که من فکر میکنم که عین حالت برای کووید 19 هم شاید که درست باشه، منتهی در امروز 100% چرا گفتن نمیتونیم، به خاطر که ویروس است نو و ما با مطالعه اشخاصی که مبتلا شدن اینا را در ظرف 6 ماه و یک سال که ببینیم گفتن میتونیم که آیا ویروس عکس العملش فرق داره یا نه. منتها اصولا یک دفعه که شما مبتلا شدین آنتیبادی ساختین، در عین سال شما دوباره مبتلا نمیشید. سپاسگزار از شما آقای دکتر واصل، متخصص امراض داخله از فرانسه. تشکر بسیار زیاد از شما. و حالا آقای اسدالله اسمت، رئیس شفاخانه انتانی کابل. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. و بیننده های عزیز باید بگویم که شما میتونین با تماس به شماره 0711-99-52-49 پرسش هایتان را درباره ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 با ما و با مهمان برنامه در میان بگذارین و دکتر صاحب به شما پاسخ خواهند گفت. یک بار دیگر تکرار کنم، 0711-99-52-49.
همکاران به ما اگر بگوین تماس داریم یا از دکتر صاحب سوالاتی بپرسیم. خب تا فعلا تماسی نیست، منتظر تماس شهروندای کشورمان میمانیم. ولی دکتر صاحب چقدر فکر میکنین با مو پک بیماری افغانستان فاصله داره و تا فعلا نرسیده؟ آنچه که وزارت صحت عامه میگه، آیا دلیل خاصی داره که افغانستان هنوز نرسیده یا چیزی دیگر است؟ من به نوبه خود خدمت شما و بنده و همکارای تکنیکی شما سلام میگم. بله، وزارت صحت عامه به مو پیش بینی که داره، شکر الحمدلله ازو کده هم به مو پیک ما نرسیدیم. یعنی در اولا قسم پیش بینی شده بود که دمی روزایی که فعلا هستیم مصابیت باید از یه هم زیاده تر شوه، اما ای که حکومت و وزارت صحت عامه شهره را به طرف قرنطین برد و فعلا مردم افغانستان اکثر شهره قرنطین است، شکر الحمدلله که تعداد وفیات به اون مقداری که در دنیا یا در شهرات و یا مو سنجش و مسروه که صورت گرفته بود به اون نرسیده. منطقه ما میگیم که تا آخر ما خودمی سور هم این واقعات رو به افزایش هست و به طرف پیک بالا میره و البته می پیک زی هم تعلق به خود مردم افغانستان و به ما شما داره که اگر ما وقایه خود کنیم و در خانه باشیم و قرنطین کنیم و به این را در نظر بگیریم که اما توصیه وزارت صحت عامه و توصیه که تمام طبیبای دنیا و یا در کل دنیا می تجربه شده اگر در نظر بگیریم، به نظر ما می پیک خاط رسید مگر مقدر تعداد زیادی را ما مصاب نخواه داشتیم. اما در صورتی که انسان ها ای را در نظر نگیره دیگه وقت گپ است که یکی دو هفته که در روی داریم ممکن خطرناک باشه به ما شما. که خواست اصلی هم است که مردم کشور توصیه های بهداشتی را در نظر بگیرن، ولی یک تماس داریم در حال حاضر. آقای شفیق الله باشنده پایتخت است تماس گرفته. سلام بر شما، شب شما بخیر، پرسش شما چی است آقای شفیق الله؟ سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. خوب هستین؟ سلامتین؟ بخیر باشین. سوال شما از مهمان برنامه امشب چی است آقای شفیق الله؟ بخش محمد سجاد سالی هستم، از هرات نظام شما شدم. خب از هرات تماس گرفتین آقای صالحی، بفرمایید. در مورد شیوع ویروس کرونا در افغانستان میخواستم از شما بپرسم که چرا در افغانستان نسبت به سایر ممالک شیوع از این ویروس کمتره؟ آیا دلیل یکی داره یا کدام موضوع دیگه؟ تشکر. سپاسگزار از شما. آقای سجاد صالحی از ولایت هرات تماس گرفته بود. دکتر دلایل بیادر ما بهترین سوال کرد. دلایل یکی عمده دلیلی است که شکر الحمدلله در افغانستان وقتی که امو کووید 19 آمد، ما یعنی آمدگی خود وزارت صحت عامه و مردم در مقابل زی یک اندازه، مردم یک اندازه اما وزارت صحت عامه کامل در مقابل زی اهتمامات داشت، چون در قدم اول در دیگه دنیا که ای شبه پیدا کرد نه کس تعریفی زیره میفهمید، نه اراز علایم زیره میفهمید و نه هم طریق وقعی زیره. اما در افغانستان چون سه ماه سپری شده بود و ما آمدیزی بودیم دیگه، به او خاطر و خصوصا همی قرنطین و توصیه هایی که وزارت صحت عامه کرده و مردم میره در نظر گرفته، این علت های زمین است که انسان ها میگه که یعنی امو جامعه میره نشان میده که انسان ها مصاب نشده و پیکش و به او قسم یعنی خوبی بود که دیرتر آمد به افغانستان، دیرتر و ما یک اندازه کاملا آمادگیم داشتیم و در مورد امی ویروس یک چیز معلومات پیدا کرده بودیم و امو توصیه ای را که وزارت صحت عامه شروع کرد و او را در نظر گرفت و مردم هم امی را قبول کردن، به او خاطر و قدر زیاد انشاءالله در افغانستان ما که فکر میکنیم مصاب نیستی 50-60 نفر بلد. نظر به دیگه دنیا بسیار زیاد یک ایچی پایین است، کم است از نظر شما. هندم دوای ملاریا کمک کرده به افغانستان، فکر میکنم رسیده به دسترسی وزارت صحت عامه قرار گرفته. دکتر صاحب پیشتر هم شنیدیم از پاریس که در چندین کشور کاربرد داره، نتیجه خوب هم داشته، افزون به ای که میگن عوارضی هم داره، نقصهایی هم داره، فکر میکنین با کارگیری دارو میتونیم که کسای زیادی را کمک بکنیم؟ ما فعلا در مرحله تجارب هستیم، یعنی ما هر پکیج را که تطبیق میکنیم امید در دیگه دنیا خصوصا در شهر در واخان و در چینی تطبیق شده پکیج است. امی پکیج از اوجا آمده و از طریق WHO با ما تسلیم شده و ما میره
در کل افغانستان تطبیق میکنیم و وزارت صحت عامه هم به یک بودجه خاص داده، یعنی هر شفاخانه را صلاحیت داده که می نه تنها یک قلم است بلکه پنج قلم ادوی است، یک مقدار آنتی بیوتیک است و یک مقدار دیگر آنالجزیک است و کلور است، کلوریکین است، در پولیش یک دوای دیگه هم که آنتی ویروس است. ایره هم مثل پکیج به ما وزارت صحت عامه به کل شفاخانه ایره خاصتا از این بودجه جدید صلاحیت فوق العاده داده که ایره بخر و شفاخانه ای که حتی مریض کووید 19 را هم نداره ایره خریداری کرده و در صورت از این استفاده میکنه و این به شما بهتر معلوم است که این نتیجه داده و کسایی که از این استفاده کرده فعلا نتیجه خوب است و بدون از این دیگه کدام ادویه 100 درصد هم تثبیت نشده که ما ایره رد کنیم با کدام چیز دیگر در مقابل از این استفاده کنیم و یا تطبیق کنیم به مریض. دکتر صاحب اسمت، بسیار تشکر از حضور شما در برنامه امشب و از شماهایی که ما را دنبال کردید. خدا نگهدار.